دیپلمات‌های ایرانی میگویند پرونده بابک زنجانی تاجر و یکی از میلیاردرهای ایران به مناسبت آن کشور و تاجیکستان تأثیر نخواهد گذاشت. بابک زنجانی که در تاجیکستان هم صدها میلیون دلار سرمایه گذاشته است و تقلب مالی متهم می شود و در بازداشتگاه در تهران است. موضوعات آقای زنجانی با ایران ربطی به در واقع روابطش با تاجیکستان نداره. بنابر گزارش ها بابک زنجانی با بعضی از نهادهای مالی تاجیکستان هم معاملات غیر قانونی انجام داده است، ولی این گزارش ها را مقامات تاجیکستان رد می کنند. مقامات رسمی می گویند در آبیاری کشتزارهای عظیم کشورهای همسایه هیچ مشکل ایجاد نمی کنند. در نشستی خبری در دوشنبه رهبران آژانس بهداشت زمین و آبیاری تاجیکستان از تقسیم آب از جمله در مناطق بحث برانگیز مرزی میان این کشور و قرغیزستان یادآور شدند. آب انبار آنها سربندهای آب گذرانی که در ایسواره موجودند همه پر را در اختیار ما کار کرده شدند. بیشتر از 60% ذخیره آب در آسیای مرکزی از تاجیکستان سرچشمه می گیرد و منبع اصلی آبی ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان به حساب می رود. اما سالهای اخیر بعد دلیل افزایش احالی نارسای آب در منطقه احساس می شود. مسئولان تاجیک ایر میگویند سال گذشته هواپیماهای این شرکت جسد صدها مهاجر تاجیک را رایگان از روسیه به کشور انتقال دادند. در 622 روزی 200 ما آوردیم از فرودگاه روسیه. رهبران شرکت در نشست خبری در دوشنبه همچنین گفتند ده ها شهروند تاجیکستان را که از روسیه اخراج شدند به وطن باز پس آوردند. متخصصان و مدرسان تاجیک برنامه نوی تعلیمی برای مدرسه های دینی را برای بررسی به حکومت پیشنهاد کردند. در صورت قبول این برنامه شاگردان مدرسه های دینی در تاجیکستان نه فقط مولا بلکه متخصص ساحه های دیگر مثلا برنامه ساز کامپیوتری خواهند شد. انتظار می رود در آینده نام مدرسه نیز به لیسه تبدیل یابد، چون در قانون های تاجیکستان مدرسه در نامگویی مؤسسه های تعلیمی وجود ندارد. در ولایت سوخت 5 مدرسه متوسطه اسلامی هست ولی موقتا فعالیت نمی کنند. و عبدالقادر عبدالقهار رئیس سابق تلویزیون پایتخت میگوید به دلیل قابل قبول نبودن برنامه‌های پیشنهادی حکومت دوشنبه از مقامش استعفا داد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت: از جمله دو خواسته من چنی بود که تلویزیونی پایتخت رو به شبکه به پنجم شبکه ملی تبدیل بدهم و در آخر به پخش ماهواره‌ای گذاریم تا اینکه اقصای عالم تلویزیون پایتخت را تماشا کنند. چون هدفهای من اجرا نشد و حتی امکان نبود و حتی امکانیت ندادن که این هدف را من اجرا کنم و دیگر ضرور ندانستم در این سمت فعالیت کردن و استعفا دادم. مصاحبه کامل با عبدالقادر عبدالقهار در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، تویتر، یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.